با درود خدمت شما بزرگواران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد انتخابات امریکا میخواستم به چند نکته اشاره کنم، چون اکثریت هنوز واقعیت ها رو متوجه نشدن و کماکان فکر میکنن ترامپ منجی بشریت هستش و قرار بیاد دنیا رو درست کنه. و هر صورت واقعیت های امریکا به گونه ای هستش که به عنوان یک سیستم عمل میکنه، اگرچه در خود سیستم هم برای پیاده سازی نظم نوین اختلاف نظرهایی هست. ما نمیخوایم وارد اون بحثش بشیم، ولی خب به طور کلی اگر بگیم یک بخش اعظمی از امریکا تلاش میکنه که نظم نوین رو به صورت، حالا خلاصه بگیم، بیل گیتسی ببره جلو. یک نظم نوین تلاش میکنه که برشاد کماکان امریکا به عنوان ابرقدرت باشه و از چند قطبی خارج نشن و تلاش کنن کماکان با سیستم قبلی به واسطه هوش مصنوعی و یک ترکیبی از اون بر صورت اجندای 20C که بیل گیتس و مجمع جهانی اقتصاد گفتن، ترکیبی از اون کماکان به عنوان رهبری جهان دنیا رو کنترل کنن. حالا کاری به این موضوع نداریم. در مورد انتخابات امریکا اگر اخبار رو مرور کرده باشین، میبینین که خیلی از نظرسنجی ها در مورد پیروزی ترامپ در انتخابات 2024 صحبت میکنن و این صحبت هایی که ترامپ در مورد عدم حمایت خودش از ناتو داره میکنه، اینا هدفمند داره صورت میگیره. در ادامه در این مورد توضیح خواهم داد و امیدوارم به این اعداد و ارقام گوش کنید تا متوجه واقعیت ها بشین و مغزتون رو، روح و روانتون رو اسیر اخبار زرد و خوزغبل نکنید. ببینید دوستان، تا ساعت پیش مثلا اگه بخوایم حساب کنیم، صادرات امریکا نسبت به وارداتش 700 میلیارد دلار واردات امریکا بیشتر از صادراتش بود. سالیان قبل امریکا با چاپ کردن دلار تلاش می‌کردیم بدهی‌های خودش رو جبران کنه. ولی امروز این دفعه یک اتفاق عجیبی افتاده. علاوه بر اینکه دلار چاپ نشده، 1000 میلیارد دلار از به حال دلارهایی که قبلا چاپ کرده بود رو هم جمع کرده. یعنی دقت کنین، تراز وارداتش که عملاً 700 میلیارد بیشتر از صادراتش هست و باعث نشده که دلار زیاد چاپ کنه و کالا و مواد اولیه از سراسر جهان تهیه کنه. 1000 میلیارد دلار هم از بدهی‌های خودش جمع کرده. این یعنی چی؟ این یعنی بازی‌های سیاسی که شما به واسطه ترامپ دارن انجام میدن. شما نگاه بکنید این 700 این 700 میلیاردی که الان تراز منفی صادرات وارداتش هست، به واسطه سرمایه گذاری در امریکا داره جبران میشه. حالا این سرمایه ها از کجا میاد؟ به واسطه به حال بنبست های تجاری و به حال مشکلات تجاری از چین، خیلی از سرمایه ها دارن فرار میکنن. چون اگر ترامپ رئیس جمهور بشه، به خاطر اون گذشته‌ای که با چین داشته، باعث خواهد شدش که مثلا روابط تجاریش با چین به مشکل بخوره. بر همین سرمایه گذار چینی داره فرار میکنه. و مهمتر از همه سرمایه گذار اروپایی، شما اگر ببینید تهدیدهای خروج از ناتو، باعث خواهد شد که سرمایه گذار فکر کنه که اگر در فردای پس از ترامپ روسیه میتونه به راحتی به اروپا حمله کنه. بر همین خیلی از سرمایه دارها از کشورهای آلمان، فرانسه و اسکاندیناوی سرمایه های خودشون رو انتقال دادن به امریکا و یک سوم از این برصورت بدهی که امریکا جمع کرده به واسطه کشورهای حاشیه خلیج فارس است و ایجاد بحران مثل حوثی ها و عدم حمایت امریکا و این صحبت هایی میکنه که میخوام از منطقه خارج شم و ناامنی هایی که ایجاد شده، خیلی از این کشورهای عربی هم سرمایه هاشون رو برگردوندن به امریکا و این باعث شده که علاوه بر این که این 700 میلیارد تراز منفی به حال صادرات نسبت به وارداتش جبران بشه، 1000 میلیارد دلار هم از به حال بدهی های خودش رو جمع کرده و امسال برخلاف چند سال پیش امریکا پول چاپ نکرده و این بازی هستش که سیستم امریکا در حال انجامش هست و به واسطه یک شو تبلیغاتی به عنوان ترامپ و ایجاد ترس در اروپا که گفتیم روسیه حراسی یکی از عواملی بودش که باعث شدش امریکا پوتین رو در باتلاق اوکراین بندازه و این جنگ باعث شدش که خیلی از کارخونه های امریکایی فعال بشن و این جنگ رو ادامه میدن تا جایی که این رونق اقتصادی برگرده و اون هزینه هایی که طی چندین سال در خاورمیانه کردن جبران بشه. برای همین موضوع هستش اخبار هر روز به نفع ترامپ میاد و این برسوی ترسی که برای اروپا، چین و خیلی از کشورهای عربی، چون میدونن ترامپ
آدمی نیستش که در صورت حمله مثلا جمهوری اسلامی یا حوثی ها یا خیلی کشور ثالث از اونها دفاع علکی انجام بده، خیلی از سرمایه ها داره برمیگرده به امریکا. این یه موضوعی بودش که حائز اهمیت از امریکا یک سیستم دقیق هست که به حال اعضای این سیستم برای همدیگه کار میکنن. و مثلا در پروژه افغانستان این بازی از زمان ترامپ آغاز شد، وقتی که پومپئو در قطر با نماینده طالبان مذاکره کرد، و در زمان بایدن پروژه کامل شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امنیتی که امریکا در افغانستان ایجاد کرده به نفع چین بود و چین توانسته به واسطه امنیت افغانستان پروژه های راه ابریشمش رو پیش ببره. و دیدیم با خارج شدن امریکا از افغانستان و ناامن شدن مرزها، پروژه پاکستانش اولا زمینگیر شده در آفریقا هم با خارج شدن فرانسه و کشورهای اسپانیا در بعضی از کشورهای آفریقایی اون پروژه ها ناامن شده. و چین الان یک کشوری هستش که بحران های اقتصادی فراوانی داره و شو تبلیغاتی ترامپ هم باعث شده که خیلی از سرمایه گذارا که سال 2016 تا 2020 رو به یاد دارن سرمایه هاش رو انتقال بدن. برای هر اسیر بازی های افرادی نشین که در اینستاگرام شدن تحلیلگر و کسانی که مشکلات زندگیشون در حد 20 میلیون هستش با یه چارت نمودار رو بالا پایین کشیدن خط میخوان در مورد آینده دلار و بدهی ها چند هزار میلیارد دلاری امریکا صحبت میکنند. وارد بازی اینها نشین، اینها آدم هایی هستن که عمق سوادشون در حد اینستاگرام هست، در حد حرف های عوامانه هست و به هر صورت ما از اینها زیاد داریم. یعنی هر روز که بعضی از دوستان یه سری از مطالب چه در سیاست چه در اقتصاد رو میفرستن و میبینم چه بعضا هم این افراد چگونه پستاشون دیده میشه و شیر میشه، واقعا جای افسوس داره. برای همین زیاد نباید اونها توجه کرد، شما باید با آمار نگاه کنید و ببینید عملا اصلا این بازی نمایشی که در برصورت امریکا رقم خورده، هر روز حال بایدن بد میشه و بازرس ویژه میاد میگه ایشون حافظه کافی نداره و بحران هایی که در کاخ سفید آمدانه ایجاد میشه به چه دلیل هستش. این یک موضوع بود که میخواستم بهش توجه کنید. و موضوع بعدی رو که بعدا در موردش اضافه خواهم کرد، بحران در خود خود آمریکا هستش. در داخل امریکا کسانی هستن که با پروژه بی سی مشکل دارن ولی در ظاهر نشون نمیدن. این رو در یک برنامه مفصلا بهش اشاره خواهم کرد، ولی این رو در این حد بدونید بازی ترامپ بایدن یک بازی هستش که به نفع سیستم امریکا در حال عمل هستش و اقتصاد امریکا بیشترین سود رو از این سناریو در حال منفعت بردن ازش هست و کشورهای اروپایی بزرگتر متضرر هستند. برای همین موضوع بودش که انگلستان در سال 2016 با آن هزینه سنگین از اتحادیه اروپا خارج شد.